دیشب که داشتن، موضوع حمله اعراب به ایران و نتیجه که به بار آورده تقریبا برای هر نوجوان ایرانی از موقعی که خودش رو میشناسه و یه ذره اندکی با تاریخ آشنایی پیدا میکنه یک بغض برگردون میشه و همیشه به دنبال پیدا کردن پاسخ این پرسشه که چرا این گونه شد، چگونه ما فرو ریختیم. در نبود پژوهش های مستند و بی‌غرضانه که البته خوشبختانه اخیراً خیلی بهتر شده، ولی در دهه‌های گذشته دو تا پاسخ کاملاً برخواسته از نگاه ایدئولوژیک به این پرسش داده نمی‌شد به فارسی، و نگاه این بود که خب اسلام هم و اعراب مسلمان هم مانند هر مهاجری با انگیزه خودشون حمله کردن به ایران، ولی علت فروپاشی ایران وجود نظام طبقاتی در دوره ساسانیان بوده و چون نظام طبقاتی بوده اصلا پاشیده، چون پشتوانه مردمی نداشته. با مستندات تاریخی این نمیخونه به چند دلیل. یکی این که اگر قرار بود که نظام طبقاتی آسیب پذیر باشه و بیفتن، موج حمله اسلام به هند هم رسید، ولی اون هنگام نتونست هندو بگیره، چند صد سال بعد به گونه دیگر بخشی از شبه قاره هند مسلمان شد و هند بدونیم به شدت نظام طبقاتی و کاستی داشت. از سوی دیگه در چین به دیوار بسیار سنگین مقاومت چین خوردن و چینی‌ها اسلام رو پس زدن. چین به شدت نظام طبقاتی داشت، یعنی با تعریف نظام طبقاتی اتفاقا هند و چین خیلی نزدیک‌تر بودن نسبت به اونچه که ما از ایران ساسانی می‌بینیم. برای این صرف بودن این نظام طبقاتی نمی‌تواند منتهی به ریختن یک نظام بشه در برابر حمله مهاجم. افسون بر این که دست کم من خودم مثلا دو تا منبر رو می‌تونم یاد کنم، یکی اخلاق ناصری از خواجه نصیرالدین طوسی، دیگری سیاستنامه از خواجه نظام الملک طوسی، که در هر دو این بزرگان از نظام تقسیم مشاغل در دوره ساسانیان پشتیبانی کردن و اون رو بسیار خردمندانه و درست باور داشتن. بنابراین اگر 500 سال بعد تا 600 سال پس از حمله اعراب به ایران هنوز بزرگانی مثل این دو نفر که اسم آوردم از نظامی که تقسیم حرفه‌ها و پیشه‌ها رو داره به نحوی که در دوره ایران ساسانی بوده تعریف میکنن، مشخصه که حمله اسلام این نظام رو فرو نریخته و به صورت سنت باقی مونده. نگاه دیگر از اون، جمعیت روستایی ایران عمدتاً زرتشتی باقی مونده بود و جمعیت شهری حداکثر 50% رو مسلمان شده بودن، یعنی نیمی از جمعیت شهری مسلمان نشده بودن، جمعیت روستایی عمدتاً مسلمان نشده بودن. خب اگر قرار بود کسانی پیامی رو شنیدن میخوان آغوششون رو بر روی مهاجم باز کنن، که خود این حکایت هم یه حکایت غیر واقعی است و با سرشت انسان در تضاد، هیچ کسی برای مهاجم معمولا آغوش باز نمیکنه، اگر همچین چیزی بود چرا اون جمعیت مسلمان نشدن؟ چرا 200 سال پس از اسلام روستاهای ایران عمدتا زرتشتی است و جمعیت شهری که بخشش کوچکی از جمعیت ایران بوده فقط نیمی از اون مسلمان شده؟ اونم حالا به دلایلی که اگر آدم شد تو بخش پرسش و پاسخ خدمتتون خواهم گفت. و بعد پیام اسلام چگونه به گوش مردمی رسیده که زبانشون حالا چه دری بوده، چه پهلوی بوده، چه زبانهای محلی بوده، با چه وسیله ارتباط با مهاجمان عرب برقرار شده و اونا توانستن پیام برادرانه اسلام رو به ایرانیان برسونن؟ آیا در هنگام حمله در بیرون شهرهای ایران میز و صندلی میذاشتن و بحث مناظره و گفتگو بود و دایالوگ برقرار میشود؟ من فکر میکنم که تبلیغاتی که اسلامگرها در این زمینه کردن، که متاسفانه بخاطر اینکه تریبونا دستشون بوده خیلی هم موثر بوده، واقعا توهین به شعور یه فردی است که فقط با یه ابتدای آشنایی با تاریخ متوجه میشه که این جریان نمیتونه حقیقت باشه. خب اگر این دو نظریه یا دو توجیه نظریات درستی نیستن، قضیه چی بوده؟ پاسخ کوتاه این است که یک عامل باعث این سقوط نشده، بلکه چندین عامل نقش داشته، که هر کدوم از این چندین عامل اگر نبوده
احتمال داشت که این رویداد تاریخی رخ نمیداد، چون همه عوامل کنار هم قرار گرفته شوربختانه اتفاق رخ داد. برخی از تاریخ نگاران مثلا بلازری یا دینولی که اینا خودشون هم عرب بودن، تاریخ اون هنگام رو به گونه ای روایت کردن و گزارش های به ما دادن که پیروزی اعراب مسلمان و ایرانی ها رو با تجسخانی قبیله‌ای و در حقیقت افتخارات قومی قبیله‌ای عرب مخلوط کردن، یعنی برایشون پیروزی عنصر عرب بر عنصر ایرانی بوده. برخی مثل سعالبی که ایرانی بود، فکر میکنم نشابوری بود سعالبی، و گردیزی اون هم همینطور فکر کنم اون نشابوری بود، اینها از سوی نمیخواستن داستان شکست رو مستقیم بازگو کنن و به جایی که به دلایل توسط پیدا کنن و بگن چرا این گونه شد، گفتن این مشیت خدا بود که این اتفاق افتاد و ما شکست خوردیم. خب اینم یک توضیح علمی نبود، بلکه یک توجیه بود برای درد کرد، برای کاهش دادن درد حاصل. نخست اینا اشاره کنم فرماندهان اصلی که در سپاه اسلام به ایران حمله کردن، سه چهار تا چهره شون رو من خدمت معرفی کنیم که ببینیم پیام اسلام چگونه توسط اینها به مردم ایران داده میشه. یکی از معروف‌ترین اینها شخصی به نام مغیرت بن شعبه. مغیرت بن شعبه کسی است که موقعی که فرماندار کوفه بود، یعنی پس از سلسله پیروزی‌های اعراب، با زنش شوهردار به نام ام جمیله رابطه داشت. شوهرش شکایت کرد که این آقا که فرماندار کوفه است با زن من ارتباط داره، و وقتی خبر به عمر رسید، عمر گفت این سردار اسلام ما از جرمش میگذرید و این آدم رو مجازات نکرد، کیفر نداد. جالبه که بدونید اصلا اسلام آوردن مغیرت بن شعبه به این گونه بود که در قبیله خودش جنایت مرتکب شد، تحت پیگرد قرار گرفت، باید قصاص بشود با قوانین همون موقع اعراب. پناه برد پیامبر اسلام و از اون درخواست پناهندگی کرد. پیامبر گفت من در قبال قبیله تو که میخوام بیایم و عدالت رو اجرا کنم، من تو پشتیبانی میکنم، به تو تأمین میدم، امنیت میدم، به شرط مسلمان بشه و موقعی مسلمان شد. این یکی از اشخاص است که به عنوان رهبری یا از فرماندهان سپاه اسلام وارد ایران میشه. دیگری ولید بن عقبه است. ولید بن عقبه خودش در 648، یعنی 10 سال پس از پیروزی قادسیه، فرماندار کوفه میشه که یک شهر نظامی، یک شهر پادگانیه که نیروهای اسلام در اونجا تمرکز دارن. هر جای ایران شورش میشه نیروها میرن و میزنن، سرکوب میکنن، میکشن، شهر رو باز میکنن و تسلیمش میکنن و برمیگردن. یک کوفه و بصره به این دو منظور درست شده، دو تا شهر بودن که برای سرکوب بودن، شهر نظامی بودن، بعد به مرور جمعیت غیر نظامی هم اونجا شکل گرفت. این آقا در مسجد کوفه نماز بامداد که میره میخونه، بعدها فرماندار کوفه بوده، انقدر مسموده که حالش به هم میخوره و چندین بار این کار رو میکنه که خبر برسه به عمر، ولی عمر میگه چون آدم دلاور است، به درد سپاه اسلام خورده و جایی که بوده ابقاش میکنه. از خالد بن ولید و از سعد بن ابی وقاص هم داستانهای خیلی مفصلی تو این زمینه هست که از حوصله کار بیرونه. بنابراین برخلاف تبلیغاتی که آدم های امثال شریعتی و مطهری و یه سری دیگه از کسایی که تو نسل بعدی اینا آمدن خواستن به معنی واقع در نهایت شارلاتانیسم به خورد مردم بدن که اینها زاهدان شب بودن و جهادگران روز، از این خبرها نبود. یه سری تبهکار ولی در این حال آدم های دلاور با انگیزه های کامل مادی، کاملا با انگیزه های مادی میان در ماشین جنگی اسلام قرار میگیرن و با یک پشتیبانی اعتقادی که این گونه از مکه و مدینه برای اینا صادر میشه، همچنان که خواهیم دید، شروع میکنم دستبرد زدن به مناطق مرزی ایران. فقط اول مسئله دستبرد و غارت شهرها و روستاهای مرزی بوده که میگم چرا این گونه میشه، و بعد کم کم کار به جنگ تمام عیار و ورود به فلات ایران میشه. از ساسانیان خیلی خیلی منفی گفته شده، هم توسط اسلامگرها، هم توسط کمونیست سابق، و هم توسط کسانی که معمولاً به جای زحمت پژوهش و خواندن خود متون اصلی مربوط به آن دوران
کوشیدم فقط از گوش یه جایی توی جمع دوستانه یه جمعه شنیده باشن همون تکرار کنم که آقا تو ساسانیان لابد بد بودن که مردم هم جلو اسلام خوبان هستن. این خیلی صحبت ساده است ولی بسیار صحبت بی‌پشتوانه است، برای که ببینید ساسانیان چقدر نزد مردم محبوب بودن. اکثر بزرگان سده های چهارم و پنجم و ششم هجری در ایران شجره خودشون رو به ساسانیان می‌رسوندن. اگر ساسانیان آدم های محبوبی نبودن و آدم های بدنامی بودن، چرا باید بزرگان کشور برن شجره نامه بسازن حالا به راست یا به دروغ و خودشون منصوب به اونا بکنن؟ برای نمونه صفاریان ابوبلیس که یه رویگرزاده بود، کار پدرش رویگری بود، آمد گفت من از تبار ساسانیان. احمد بن سهل اصفرایانی وزیر بزرگش محمود غزنوی خودش رو از تبار ساسانیان می‌دونست. سپهسالار ابو منصور عبدالرضا فرمانروای طوس که بزرگترین پشتوانه شاهنامه ابو منصوری هم بود و به نام او شد، خودش رو از راه ساسانیان از تبار ساسانیان می‌دونست. تقریبا هر کسی از زیاریان، ویلمیان، وزیر و وکیل و شاه در ایران به قدرت رسید، سری خودش رو منصوب به ساسانیان کرد. و این معنا نمیده مگر اینکه منصوب کردن به ساسانیان در نزد مردم ایجاد مشروعیت میکرد. پس مردم حتی چند صد سال پس از حمله اسلام به ایران نسبت به ساسانیان مثبت داشتن، نه منفی. یه مطلب خیلی مفصلی تو اون کتاب اندیشه سیاسی ایران شرقی است در مورد شکل گرفتن ایران به عنوان یک کشور، یعنی به عنوان چیزی که امروز بهش میگیم نیشن استیت و زیر نام عنوان ایران شهر که معنای هم کشور ایران به دولت شاهنشاهی ایران میده در زمان ساسانیان. ایرانی بودن پیش از ساسانیان، خیلی پیش از ساسانیان بود، در اوستا هست، در دشتای اوستا هست، در دوره اشکانیان و پیش از اون هخامنشیان اشاره شده با عبارت‌های متفاوت، ولی مفهوم فرهنگی، نژادی، زبانی و حتی دینی بود. ولی در زمان ساسانیان توسط اردشیر بابکان مفهوم سیاسی گرفت و این گستره فرهنگی ایران تبدیل به یک واحد سیاسی شد به نام ایران شهر. و کسانی که در ایران شهر زیست می‌کردند شهرمند شناخته شدند. دقیقاً واژه شهرمند واژه‌ای است که در دوره ساسانیان برای همه مردمی در ایران زیست می‌کردند استفاده می‌شد. چه این مردم ایرانی و ایرانی تبار بودند، چه پناهنده‌های مسیحی بودند که از روم وارد ایران می‌شدند در آغاز کار که مسیحیت در روم قدرم بود. برای اینکه بدونیم چرا زمینه آماده شد که اعراب به خودشون اجازه رو بدن که تاخت و تاز بکنن در این نوار مرزی ایران، باید ببینیم چرا دولت مرکزی در ایران ضعیف شد. چه اتفاقی افتاد؟ وقتی که انوشیروان درگذشت، پسرش هرمز به شاهی رسید و بعد از هرمز خسروپرویز. خسروپرویز وارث یک نظام بسیار نیرومند، اقتصاد بسیار قوی، کشور سامانمند بود که از پدر بزرگش انوشیروان و بعد پدرش بهش رسیده بود و پس از اتفاقاتی در اوایل پادشاهیش افتاد و درگیریش با بهرام چوبی، برنامه اتفاق افتاد در روم. پدرزنش که امپراتور روم بود، موریس، توسط یک کودتاگر به نام فوکاس به قتل رسید و همه خانواده امپراتور قتل عام شدند، بچه و بزرگ و کوچک. وقتی خبر رسید به خسروپرویز که پدرزنش و خانواده‌اش اتفاق افتاده، گفت که من باید بیام برای کینخواهی و انتقام. کودتای دیگری شد وقتی دیدن که ایران میخواد حمله کنه اونجا و فوکاس کشته شد. خبر دادن به خسروپرویز که امپراتور، کسی که کودتا کرد برای امپراتور دستگیر شد و کیفر بیل و دیگه شما دلیل برای حمله نداره، اون مجازاتش کرده. ولی خسروپرویز اونگاه بهانه بود، چون ماشین جنگی نیرومندی در اختیارش بود، اقتصاد قوی نامش بود، دستاورد خودش نبود، بهش رسیده بود. ایران حمله کرد برای محو کردن امپراتوری روم از اون نقشه. همیشه یه بالانسی بود، این دو تا ابرقدرت دست بالا و دست پایین می‌گرفتن، با هم هم می‌جنگیدن ولی وجود همدیگر رو پذیرفته بودن. خسروپرویز رفت قاعده بازی رو عوض کنه، یه نظم نوینی رو در جهان معرفی کنه. ماشین جنگی حرکت کرد، از جبهه جنوب وارد بقیه عراق شد، سوریه، اردن، اسرائیل، لبنان، وارد مصر شد و
بعد به جنوب به طرف اتیوپی رفت، غرب وارد لیبی شد و جبهه شمال فلات آناتولی یعنی ترکیه امروزی رو پیمود، حاشیه دریای سیاه رسید، اوکراین و بلغارستان امروز رو تحت تاثیر قرار داد، تمام قفقاز رو در اختیار گرفت و تمام امپراتوری رو خلاصه شد در یک شهر به نام قسطنطنیه، این استانبول امروز. بعد رومی ها اعلام جهاد مسیحی دادن و همه مسیحی ها به برها نیروهای ایران، سربازای ایران در جای مختلف حمله کردن، ورد برگشت و یک بلبشوی در تمام جبهه های ایجاد شد. خودش موضوع مفصل نیست، من فقط میخوام به اینجا برسم که جنگ های بیست و چند ساله ایران و روم دوتا کشور رو به شدت تخریب کرد، هم از نظر اقتصادی هم از نظر نیروی انسانی. در پایان جنگ ایران و روم که تقریبا به هیچ جا نرسید، دوتا امپراتوری و شاهنشاهی بر روی زانوهاش افتاده بودند. هر جریان مهاجمی میتونست که این دولت ها رو از میان ببره. اتفاقی افتاد وقتی که اعراب پیامبر اسلام درگذشت و خلافت به ابوبکر رسید، قبایل عرب که با محمد بیعت کرده بودند گفتن تا الان ما در بیعت با محمد بودیم، ایشون درگذشت، دیگه ما تعهدی نداریم، خداحافظ شما، خداحافظ اسلام. چون از نظر اسلام یه جریان بود که دارو هم نزدیک کرده بود برای یه سری بهره برداری اقتصادی، دیگه انگیزه ای نبود، رهبرم مرده بود. و بعد قبایل از اسلام خارج شدن و جنگ های رده آغاز شد. قبایلی که اسلام رو رد کرده بودن از سوی حکومت مدینه مورد حمله قرار گرفتن. ابوبکر به خالد بن ولید گفت اینا سر جاش خورده شد و خونریزی های عجیب و غریب و قصاوت های تکان دهنده رخ داد در سرکوب کردن قبایل مسلمان که اسلام رها کرده بودن. جنگ های رده پیروز شد، چندین هزار نفر شمشیرزن عرب که کار حرفه ایشون شمشیرزنی بود در مکه و مدینه بیکار بودن، پرتوقع، کارشون از راه غارت، از راه درگیری، از راه جهاد میگذشت و اینا بیکار شده بودن چون اهل رده سرکوب شده بودن. اما وقتی که مناطق مرزی ایران بی حساب کتابشون در ایران پس از خسرو پرویز عملا کودتا پشت کودتا دست دست به دست شدن قدرته، هر سپه سالاری، هر سپه بودی مدعی گرفتن تاج و تخته و کشور به هم ریخته. فکر نمی‌کرد که بیاد ایران رو بگیره، ولی گفت بهترین کار اینه که این جنگجویان اسلام رو بفرستیم به مرزهای غربی ایران و مرزهای جنوبی روم و اینها اونجا غارت شروع بکنن، اموال رو به دست بیارن، همین که از مکه و مدینه دور بشن یعنی شرشون از سر ما دور شد. برخلاف تصور اکثر هموطنان این در دوره اسلامی نبود که جنگ اعراب با ایران آغاز شد. نخستین برخورد اعراب با ایران جنگ زوغار بود که دشون از آن شماست و اگر سستی کنید و فرو مانید و خدا شما را از این بلیه نگه دارد، این قوم پارسیان یکی از شما را باقی نگذارند که بیم دارند مایه هلاکت آنها شوید. جنگ های پیشین را با آن همه نعمت ها که خدا به شما داد به یاد آورید، مگر نمی بینید که سرزمین شما بیابان و لمیزره است. بازم همون منبع تاریخ طبری جلد 5. خب این وضعیت فرماندهان سپاه اسلامی که دارن تحقیق میکنن نیروهاشون برای جنگ با ایرانیان، انگیزه کاملا مشخصه، انگیزه کاملا انگیزه مهمیست. طبری میگه که هر کدام از سرداران عرب سخنانی از این گونه گفتن و عربان عهد و پیمان کردن و با هیجان برای آنچه باید آماده شدن. پارسیان نیز میان خودشان چنین کردن و به همدیگر دل دادن و به زنجیرها بسته شدن. مسعودی هم در تاریخ مسعودی میگه که در برج الزهر میگه 30,000 کس از ایرانیان با زنجیر و ریسمان به یکدیگر بسته شدن و به نور و آتشکده سوگند خورده بودن که از جا نروند تا فتح کنند یا کشته شوند. این مطلبی که هم طبری گفته هم مسعودی گفته، من نوجوان بودم شاید 13-14 سالم بود، کتابی رو متعریف شد به نام خدمات متقابل اسلام و ایران، من به شما میخوندن به جایی رسیدن که گفته بود که انقدر ایرانی ها از جنگ با سپاه اسلام بیزار بودن که سربازان ایرانی رو به زنجیر با هم بسته بودن که فرار نکنن. من یه حالتی بهم دست داد، خیلی از نیاکان خودمون بدم آمدن، چون من فرومایه و ترشوی بودن.
چقدر بد و خیلی تو ذهنیت من خیلی بد بود، اثر بدی گذاشت. تا سالها بعد مثلا در 20 و چند سالگی خودم نشستم این تاریخ ها رو خوندم، دینوری و مسعودی و بلازنی و سالمی و طبری و اینا، به اینجا که رسیدم دیدم که ما با چالش‌های شارلاتانی طرف بودیم در ایران. زنجیر بسته شدن، عهد و پیمان کردن برای اینکه اینجا همچنان که میگه قطعه ماست، یا ظفر یابیم یا کشته میشیم. این نشان از پایمردی و همدلی است. هر 7 نفر یه پای خودشون رو با زنجیر می‌بستن و یک زنجیر انسانی درست می‌کردن. نیروی پیاده نظام البته، سوار نظام که خب اون اسب بود و مانور خودشون می‌داد. این رو متحری نمیاد خود متن رو بگه، ولی در کتاب خودش میاد میگه که ببینید پدران شما با زنجیر به زور برده بودن در جبهه. این جور مواقع نشانه میده که طرف نظر خودش رو گفته، این جور مواقع طرف مغرضه. و متاسفانه این کتاب به خاطر جمهوری اسلامی که از پورتیاش تا این کتاب هست، چون مرتب چاپ میکنن و میدن که به زور ملت بخونن. خوشبختانه تو این چند سال به خاطر شبکه‌های اجتماعی خیلی ها دیگه فریب این جریان نمیخورن، ولی این جریان غالب تو دهه 60 و 70 خورشیدی در ایران بود. یه اتفاقی در جنگ قادسیه میفته. جنگ قادسیه 3 روز طول میکشه و این جنگ بسیار جنگ پایاپای بوده و خیلی کشته میده. از جمله خود فرمانده سپاه ایران استاد فرخزاد کشته میشه. یه اتفاقی میفته، از نیروهای ایران که 30,000 نفر بودن 6,000 تاشون دیلمی بودن. دیلم بخشی از گیلانه که بخش کوهستانی استان گیلانه، چون میدونی یه بخش جلگه‌ای داره به اونا میگن گیلک، اونایی که بخش کوهستانی بودن بهشون بودن دیلمی. اینها آدم‌های بسیار جنگاوری بودن، ولی جنگاور حرفه‌ای بودن. اینا بخشی از ارتش کلاسیک ساسانیان نبودن، جزء نیروهای مسلح نبودن. اینها همیشه تو چند سده کارشون این بود. فرماندهشون میامد به صورت استیجاری در اختیار ارتش ساسانی قرار میگرفت، دستمزد میگرفتن و شمشیر میزدن و بسیار نیروهای زرده‌ای بودن. تو اروپا از اینجور جریانات زیاد بود، کسایی که حرفه‌ای کارشون اینه و وفاداریشون با قراردادی که با یه طرف جنگ می‌بندن. سپاه اسلام برخلاف اینکه تصور میکنیم که یه سری عرب پاپتی احمق بودن، اتفاقا اونها بسیار هوشمند توشون بودن. یه کاری که میکنن میدونستن، یعنی اینتلیجنس داشتن، سیستم امنیتی اطلاعاتی داشتن که آقا بخشی از سپاهی که الان اونجا هست جز ارتش ساسانی نیست، اینا مزدورن، پول میگیرن میجنگن. فرمانده دیلمیان رو میبینن و میگن که شما اگر تو جنگ شرکت نکنید، فقط دست به شمشیر نبرید، کنار بشید، شما 6,000 تا، چون میگن نیروهای زبده ای بودن، ما 3 برابر اونچه که قرار از ارتش ساسانی حقوق بگیریم به شما میدیم. و اونا قبول میکنن، دست به شمشیر نمیبرن. وقتی رستم فرمان داد دست بهشون فرمان میده که شما بیاین، نمیان. و اتفاقا بعد از جنگ همین اتفاق میفته و 3 برابر اون چی که بهشون باید میدادن مسلمان ها بهشون میدن. و از این رو مسلمان ها اسمون هم زدن شرف العطا، یعنی از بخشش های جنگی بیش از بقیه نصیبشون شده. این جریان رو متاسفانه ما یکی دو جا دیگه هم میبینیم. 300 تا دیلمی در محاصره شوشتر چند سال بعد، موقعی که مردم شوشتر به شدت با فرماندهی هرمزاد دارن جلوی سپاه اسلام نیستن، یه راهی رو باز میکنن که از طریق رودخونه بتونن وارد شهر بشن و شهر فرو میرسه. یعنی این دیلمی ها هست. جالب اینه که دیلمی ها نه مسلمون میشن نه زیر بار اسلام میرن، بعد خودشون بزرگترین نیروی جنگنده علیه اسلام میشن. برای همین گیلان از مناطق بود که خیلی دیر اسلام اونجا رسید، چون اینا خیلی شجاع بودن و جنگیدن. ولی متاسفانه به خاطر ساختار مزدوری و پول گرفتن و جنگیدن، اینها اون موقع آسیب بسیار بزرگی زدن. حالا اتفاق دیگری میفته. در هنگام جنگ قادسیه تقریبا یه برابری نیروس از نظر شمار و تعداد. جنگ یرموک که به پیروزی مسلمان‌ها تموم میشه و رومی‌ها شکست می‌خورن، 6,000 تا سپاهیان اسلام میان ملحق میشن به سپاه اسلام در قادسیه. ایران رستم فرخزاد تقاضای اومدن نیرو کمکی میکنه، ولی پیروزان که فرمانده بخش دیگری از ارتش ایران بوده که در تیسفون مقیم بودن نمیاد به کمک. مورخ ارمنی خیلی گزارش جالبی داده، سبیوس، میگه که در بخش 30 کتابش
میگه که ارتش ساسانی در هنگام حمله اعراب مسلمان به سه پاره تقسیم شده بود و این سه پاره با هم کار نمی‌کردن. بنابراین یکی دیگر دلایلی که در قادسیه ما شکست خوردیم این است که ایران با توان نظامیش اونجا نیامد. متاسفانه پیروزان که فرماندهی بود از منطقه فارس با رستم فرخزاد که فرماندهی بود که از خراسان اومده بود، اینا سر قدرت با هم رقابت داشتن، جایی که باید با هم کار کنن متاسفانه پیروزان اینو تنها گذاشت و رستم فرخزاد در قادسیه تنها موند و کشته شد. و تلخ‌تر از اون اینه که پیروزان بعد در جنگ نهاوند جلوی عرب ها ایستاد و پیروزان هم کشته شد. اگر خیلی ساده این دو تا نیرو کلام قرار می‌گرفتن شاید اصلا تاریخ یه جور دیگه نوشته می‌شد. برای اینکه بدونید چقدر جریان اختلاف ایرانی‌ها در آستانه جنگ قادسیه پررنگ بوده، من این مطلبی براتون می‌خونم. مردم منطقه میاندار، یعنی بین دجله و فرات، توماری می‌نویسن می‌فرستن برای هرمز، برای پیروزان و برای رستم فرخزاد پیش از جنگ قادسیه. می‌نویسن اختلاف شما مایه ناتوانی پارسیان شده و دشمن در آنها آز بسته است، یعنی تقه بسته است. ارج شما چنان نیست که پارسیان این وضع را بپذیرند که شما به نابودیشان کشانید. از پس بغداد و صحابات و تکرید اکنون نوبت تیسفون است. به خدا یا هم سخن شوید و همدل شوید، یا پیش از آن که دشمن شاد شویم شما را از میان برداریم. یعنی ایرانی ها به قدری عصبانی بودن از این جنگ قدرت بین دوتا سردار، میگن اگر که شما این اختلافتون کنار نذارید و خدمت عرب ها نرسید، ما اگه قراره که بدبخت بشیم و کشته بشیم لااقل بیم اول خدمت شما میرسیم که به جایی که به داد ما برسید مملکت رو بکنیم، ما هم جنگ قدرت داریم. خود خالد ابن ولید از تاریخ ابن خلدون براتون میخونم، ترجمه پروین گنابادی. خود خالد ابن ولید میاد میگه خطاب به ایرانی ها در پیش از جنگ قادسیه، میگه سپاس خدای را که سامان شما را از هم گسست و تدبیر و حیله شما را ناچیز گردانید و میان شما اختلاف افکند. کاملا مشخصه که چند بارگی در سوی نیروهای ایرانی است. ایرانی ها دوباره نامه می‌نویسن از عصبانیت به فرماندهان ارتش ساسانی که در چند جا پراکنده بودن. مرض اینه: گویی انتظار دارید که تازیان سوی ما آیند و نابودمان کنند. به خدا ای سرداران، این ناتوانی و زبونی از شما به ما میرسد که مردم پارسی را پراکنده اید که از رویارویی با دشمن باز مانده اید. به خدا اگر کشتن شما مایه نابودی ما نمیشد همکنون خونتان را میریختیم. اگر بس نکنید شما را میکشیم که دست کم اگر نابود شدیم از شما انتقام گرفته باشیم. شما در این عصبانیت مردم از اینکه سرداران با هم اتحاد ندارن که بیان سپاه اسلامو شکست بدن هیچ علاقه به پذیرفتن اسلام میبینید یا آغوش باز برای سپاه اسلام؟ ببینید اینقدر سند و مدرک تاریخی تو متون اسلامی زیاده که وقتی شما تبلیغات اسلامگرا در این زمینه میبینید کاملا متوجه میشید این اشتباه نیست، این غرض‌ورزی است. به هر حال جنگ قادسیه به پایان میرسه با شکست ایران. بخش نیروهای ایران میرن به طرف تیسفون که از پایتخت دفاع کنن. دزگرد سوم پادشاه نسبتاً جوان و کم سن و سال ایران میگه که تیسفون جای دفاع نیست، میریم به قلب کشور برای دفاع. دزگرد سوم میاد بیرون از تیسفون، تیسفون بلا دفاع میشه و تیسفون حدود یه سال و نیم بعد از قادسیه سقوط میکنه، یعنی پایتخت ایران میفته دست اینا. ایرانی ها تصمیم میگیرن که جلوی اعراب رو بگیرن در منطقه خانقین. خانقین امروز میدونید در غرب استان کرمانشاه نزدیک مرز عراق. در خانقین نیروهای ایران جمع میشن و تصمیم میگیرن که اعراب رو بزنن و عقب بزنن. عمر پس از قادسیه و گرفتن تیسفون میگه همین دیگه، ما جلوتر نمیریم. همینقدر نعمت به ما رسیده و اینقدر دارایی و ثروت رسیده که ما نمیدونیم چه کار بکنیم. عمر میگه که چه خوش بود اگر میان ما و جبال، جبال به منطقه زاگرس میگن، چه خوش بود اگر میان ما و جبال کوی از آتش بود که از آنجا دستشون به ما نرسد و ما دست به ما نرسد. یعنی اصلا تصوری که وارد فعالیت ایران بشه نداشته بود. همین که ما گرفتیم عالیه، کاش که یه کوی آتش بین ما بود که
که نه ایرانی ها سراغ ما میومدن نه ما اونا رو میدیدیم تمام. ولی خب ایرانی ها میان در خانقه موزه میگیرن که ما باید تلافی کنیم. طبری درباره جنگ جلولا چی میگه؟ این جنگی که به جنگ جلولا معروف شد، جلولا به عربی یعنی پوشیده شده. در خانقه انقدر ایرانی و عرب کشته شد که زمین دیده نمیشد، خاک دیده میشد، تمام جسد بود. از این نظر اعراب اسم جنگ گذاشتن جنگ جلولا. طبری درباره جنگ جلولا میگه داستان سپاه جلولا چنان بود که هنگامی که عجم ها یعنی ایرانی ها هنگامی که عجم ها از تیسفون گریختند و به جلولا رسیدن، راه مردم آذربایجان و جبال و فارس از هم جدا شد. آذربایجان و فارس که مشخصه، جبال هم لرستان و همدان و کرمانشاه این مناطق. یکدیگر به سرزنش گرفتند و گفتند اگر متفرق شویم هرگز فراهم نشویم. اینه در اینجا که ما را از همدیگر جدا می کنند، بیایید بر ضد اعراب همسخن شویم و با آنها بجنگیم. اگر پیروزی یافتیم خواسته ما به دست آمده است و اگر کار صورت دیگر گرفت کوشش خیش را کرده ایم. جنگ در می گیره. طبری میگه جنگی سخت شد که مسلمانان مانند آن ندیده بودند. تیرها را تمام کردند، نیزه ها شکسته شد و به شمشیرها و تبرزین ها دست برده شد. یعنی جنگ تمام عیار. خب میشه با نهایت دلاوری جنگیدن. حالا اگر امکانات و عواملی که دارم قرار میگیره که ایران که شکست خوردن، من در این گزارش رو ترسویی نمیبینم، نه همراهی دارم میبینم از سوی ایرانی ها با مسلمان ها، نه ترسویی. جنگشون رو کردن، 80 بار نبرد انجام میشه، نهایتاً با پیروزی اعراب تموم میشه. خیلی جالبه، یکی از سپاهیان اسلام میگوید من وارد خندق میشدم. یه خندقی کشیده بودن، تو اون خندق چادرای زده بودن، زن و بچه هاشون ایرانی ها اونجا گذاشته بودن، چون من ایرانی داوطلب بودن. جنگ جلولا بسیجی های ایران بودن که با سپاه اسلام جنگیدن. اینا نظامی حرفه‌ای نبودن، داوطلب بودن. زن و بچه هاشون رو میذارن پشت جبهه، وقتی شکست میخورن کشته میشن، زن و بچه هایی که تو خندق در چادر بودن میفتن اسیر سپاهیان اسلام که زنها رو به کنیزی میبرن، بچه ها رو به بردگی. یکی از اینا نمونش میگه من وارد خندق میشوم، قعقاع ابن عمرو، یکی از این مسلمان، به خیمه میروم که لوازم و جامه در آن است و پردهی بر کسی کشیده که آن را پس میزنم. در پس پرده زنی است چون غزال به زیبایی خورشید که او را با جامه هایش گرفتم، جامعه ها را تسلیم کردن و درباره آن زن چنان کوشیدن تا از من شد و از او بچه دار شدن. این یکی نمونه ها، بچه رو گرفتن، زن رو گرفتن، کنیزش کردن، اموالش هم گرفتن دادن به دوما که به دوما بعد برای به طور مساوی به نعمه تقسیم کنه. دینوری در تاریخ دینوری میخونیم. دینوری مسلمان و عرب، نه ایرانی است نه غیر مسلمانه. مسلمان و عرب، نه ایرانی است نه غیر مسلمانه. میگه عمر همواره میگفت از فرزندان این زنان که در جلولا اسیر شدن به خدا پناه میبرن. ببینید کار چقدر فجی بوده که خلیفه وقت مسلمان ها متوجه شده بوده که فجایع زیاد بوده، میگه از این بچه هایی که تو این تجاوزات به وجود اومدن به خدا پناه میبرن، بچه هایی که پدرشون مشخص نیست و بی پناه. پس جلولا مسلمان ها می آیند و دو تا پادگان درست می کنند. یک پادگان کوفه که نزدیک بغداد کنونی است، این شهر کوفه بران است، یکی بسته که جنوب تره و نیروهاشون اونجا می آیند. این ها هر جایی که می خواستن حمله کنن از اینجا پادگان ها نیروهاشون رو می فرستن برای حمله بره. یه کار بسیار هوشمندانه عمر می کنه. خیلی این کار هوشمندانه بوده، حتی از رومی ها یاد گرفته. شما تصور کنید سپاه اسلام اومده زمین‌هایی رو گرفته، سرزمین‌هایی رو گرفته، کشتارهایی رو گرفته و رسیده به یه جایی. حالا این سپاه میگه من میخوام سر زمینم باشم، من ملک دارم، من مال دارم. آمد گفت که زمین‌ها در اختیار کشاورزان ایرانی بمونه، اما ورزگرانی که رو زمین کار میکردن، منتها درآمد حاصل از کشت و زرع اونا رو ما به نام فلانی میزنیم، مثلا اون زمین مال شماست، اون زمین درآمدش مال شماست، اون فقط در یه حد بخوره نمیده دریافت میکنه. در نتیجه شمشیر زن مسلمانی که الان میدونه زمین سر جاشه، به نامش هم ثبت شده، کشاورز هم سرش کار میکنه و اون درآمد خواهد داشت، خیلی راحت میتونه ادامه بده به
جنگ و نبردش و سالهای در پیش، در نتیجه نذاش ماشین جنگی اسلام ریزش کنه و یه دفعه برن دوباره کشاورزی و دامداری و اصلا فراموش کنن که باید ادامه بدن کارو. براش خیلی مهمه نیروی انسانیشو نگه داشت. آلمان تو جنگ دوم جهانی از این اصطلاح استفاده میکردن، توتال وار. آقا به هیتلر گفتن که شرایط توتال وار اعلام کنیم. یعنی چی؟ یعنی تمام امکانات کشور در اختیار جنگ. کارخانجات تعطیل بشن که کارخونه داره لوازم رو تحریم یا نوشته افسار مثلا تولید میکنه یا میسندلی، نه. فقط دستگاه تراشکاری، دستگاه خمکاری، دستگاه یه چیز در خدمت سلاح جنگی. ساختمان مدارس رو بگیریم واسه ارتش. همه چی کشور رو تعطیل کنید در اختیار جنگ باشه. کیتلر نپذیرفت. این توتال وار اعراب انجام میدادن. یعنی کار تولیدی نداشتن، کار کشاورزی نداشتن، کار دیوان سالاری و کار دولتی نداشتن. همه نیروی انسانی مردانشون رو آوردن در خدمت جنگ. در حالی که این وقت در ایران این گونه نبود. کسی که پیشه‌ور بود، کسی که کشاورز بود، کسی که دبیر بود، کسی که حسابدار بود، کارشو می‌کرد. یه سری نظامی بودن که یه سری جنگا به روم کشته شده بودن. یه سری تو طاعونی که آمده بود از میان رفته بودن. در نتیجه شما با جمعیتی که داشتی 5 تا 10 درصد رو می‌تونستید نظامیش کنی. در حالی که اعراب جمعیت بالغ مردشون همه در خدمت این جهاد بودن. آقای فروزنده رو اونجا دیدم، من یه پوزش هم به شما بدهکارم، حالا بعدا خدمتتون میگم چرا. در خوزستان یه اتفاق میفته که حیف آدم نگه. خوزستان خیلی ایستادگی میکنه در برابر حمله عراق. شهر شوش، شهر شوشتن، رام هرمز، اینها به شدت نیستن و خیلی کشته میدن. در بلازری میگه که مردم شوشتر خارهای سپهلوی آهنین بسیار ساختند و در صحرا پاشیدند. چون لشکر مسلمانان با نزدیکی رسید، خارها به دست و پای ایشان بنشست. شگفت زده گردیدند و مدتی آنجا ایستادند. مردم شوشتر به فرماندهی هرمزان سرسختانه و دلاورانه جنگیدند و کشته‌های بسیار دادند. خبری می‌نویسند که ایرانیان از حصار خیش 80 بار حمله کردند که این نبردها گاهی به زیانشان و گاهی به سودشان تمام شد. شوشتن نهایت هم با خیانت یه نفر بالا بود، دیلمی ها که آنها رو باز می‌دن تا برود کنه، اینا میرن تو و خب خیلی ها رو می‌کشن. در شوش و سرخس، فکر کنم دیشب یکی شو اشاره کردم، در شوش و سرخس وقتی شهر به خاطر گرسنگی بعد از ماه‌ها تسلیم میشه، میگن که زن و بچه ها رو به کنیزی و بردگی میبریم ولی مردها رو گردن میزنیم. ولی 100 تا مرد رو میتونیم نامشون رو بریم از خانواده های مختلف که اینا رو ما زنده میذاریم که به هر حال حالا بمونه نسلشون. و بزرگ شهر که میره این آقای زادویه فوده بسه کنم اسمش، این 100 تا نام میاره، نام خودش رو نمیذاره جز 100 تایی که زنده بمونن، نه خودش نه خانوادهش. و میگه که این مردمی بودن که ما رو به چشم بزرگ خودشون میدونستن. امروز که به مصیبت افتادن ما باید بزرگی کنیم و اینا رو گردن میزدن. از این شجاعت ها و از خودگذشتگی ها کم نمیبینید. میرسیم به جنگ نهاوند در 642، یعنی حدودا 5 تا 6 سال پس از قادسیه. ایرانی ها همه به هم خبر میدن که باید بیستیم و اعراب شکست بدیم، از کشور بریزیم بیرون. نیروها بسیج میشن، جای مختلف میان و در نهاوند به هم میرسن. در نهاوندی که در استان همدان امروزی است. از خراسان، از کرمان، از سیستان، از آذربایجان، از فارس همه در نهاوند جمع میشن. آغاز میخوام. از فارس وقتی نیروهایی میخوام بیان به نهاوند برسن، یه ستون از نیروهای مسلمان میرن به اصفهان و راه عبور از فارس به همدان رو میبندن. ولی به هر حال نیروی حدود 60,000 نفره جمع میشه در نهاوند. طبری ببین چی میگه. میگه پارسیان به خود میگفتند محمد که دین برای عربان آورد قصد ما نکرد. از پس محمد ابوبکر شاهشان شد و قصد دیار پارسیان نکرد، مگر غارتی که معمول آنها بود، آن هم در میان رودان. پس از آن عمر شاه شد و ملک وی گسترده و پهناور شد تا به شما رسید و میانودان و اهواز را از شما گرفت و زیر فرمان آورد و به این بس نکرد و به قلب خانه پارسیان و مملکت تاخت.
اگر شما سوی او نروید، سوی عمر، او سوی شما آید که خانه مملکت را به ویرانی داد و به شهر پادشاهتان تاخت و دست بر ندارد مگر سپاهیان وی را از دیارتان بیرون کنید. یعقوبی هم میگه که عجم ها در طریق یعقوبی، عجم ها از ری و سمنان و اصفهان و چندین شهر دیگر فراهم آمدند تا به نهاوند رسیدند. گفتند اعراب واسطی کشور ما را از دست ما می رو باید و در خانه خود گرفتار زبونی شده ایم. این حسیست که معلوم دارم و کنار هم قرار می رویم و جنگ نهاوند آغاز می شه. جنگ نهاوند یک جنگ بسیار غم‌انگیزی است، از این نظر که نیروهای ایرانی که اونجا جمع میشن دیگه ارتش که نبوده، بسیج مردمی بوده، کشاورز، پیشه‌ور، همه کارشون رو ول میکنن، پا میشن میان از کشور دفاع کنن. از نظر شجاعت واقعا چیزی کم نمیذارن، ولی کارآمدی یک نظامی حرفه‌ای رو نداشتن. اتفاقی میفته، بذارین از گفته یه عرب بگم، ابی تومه صحفی میگوید به خدا روزی چون آن روز ندیده بودم. پارسیان که می آمدند گفتی کوههای آهن بودند. قول و قرار کرده بودند که از برابر عربان نگریزند. به یکدیگر بسته بودند خود را و هر هفت کس به یک بند بود و خارهای آهن پشت سر خویش افکنده بودند. دو گروه با شمشیرها چنان سخت جنگیدند که کس جنگی از آن سخت‌تر نشنیده بود و از هنگام زوال تا شبانگاه چندان از پارسیان بکشتند که عرصه نبرد پرخون شد و مرد و چارپا بر روی خونش پارسیان می‌لغزید. انقدر ایرانی‌ها کشته دادن که از خونی که رو سنگ افتاده حتی اسب سر می‌خورده. این غم‌انگیزه که این مطالب هست، الان منتشرم میشه، هم به صورت پی دی اف هست، هم به صورت کتاب هست، شما حتی درون ایران مردم میتونن تهیه کنن. ولی دنبال باز قصه و داستان و حدیث هایی میرن که کسانی میخوان به خوردشون بدن. این اگه شجاعت نیست چیست دیگه؟ از جانش کی عزیزتر داشته بوده گذاشته وسط نتونسته. خیلی جالبی که همین عمر به عنوان خلیفه که این فتح الفتوح رو داشت، جنگ نهاوند و عرب ها بودن فتح الفتوح، ترور میشه توسط ایرانی. جریان ترور عمر بسیار جالبه. پیروز نهاوندی یک اسیر ایرانی بوده، یه مهندس بسیار ورزیده بوده، بسیار کاربلد بوده. چون در مدینه فقط با مسلمان زندگی میکردن، غیر مسلمان حق زندگی نداشتن، مقرطه به شعبه که این پیروز رو اسیر جنگی کرده بوده و برده خودش کرده بوده، میاد به عمر میگه اجازه مخصوص بده که این آدم تو مدینه باشه. میگه این مسلمان نیست، نمیتونه باشه. میگه این خیلی کار بلده، این مهندس این همه کار بلده انجام بده. بعد همون روزی که این دنبال گرفتن این اجازه بوده، یه سری از بچه ها و زنهای ایرانی رو که اسیر شده بودن از ایران آورده بودن پای پیاده به مدینه. اینا دست دسته میرسیدن و تقسیم میشدن به عنوان کنیز و برده و اینا. طبری می‌نویسه همچنین بلازری، میگه موقعی که این اسیران ایرانی زن و بچه ها آمدن، پیروز نهاوندی ایستاده بود و گریه میکرد و دست به سر بچه ها میکشید و به عجمی میگفت که عمر جگرم بسوختی، جگرم بسوزانم. این حرف ها بعد از که عمر ترور میشه شاهدایی که اونجا بودن اینو میگن. پیروز نهاوندی وقتی که مغایره میره براش بسیار مجوز بگیره به عنوان غیر مسلمان تو مدینه بمونه، چون مهندس بسیار برجسته است، عمر میگه یه آسیاب برای ما اینجا بساز. بلدی که میگه بله، یه آسیاب براتون میسازم که آوازش به شرق و غرب عالم برسه. عملا تهدیدش میکنه. و بعد از هرمزان فرمانروای شوشتر بوده که وقتی اسیر میشه میارنش در مدینه و اونم جزء ایرانی بوده که مدینه زندگی میکرده ولی مسلمان شده بوده، که اونم جریان اسلام آوردنش خیلی بامزه است. هرمزان و یه ایرانی دیگه یه خنجری به پیروز نهاوندی میدن، خنجر حبشی. خنجر حبشی خنجری بود که دسته در وسط بود، اینجا تیغه بود، این برام تیغه بود. این برای اینکه شما حداکثر آسیب رو بتونید بزنید وقتی میخواد به یکی حمله کنید. این خنجر رو بهش میدن و اون صبح پگاه موقع نماز بامداد میره به مسجد و حمله میکنه به عمر و بقیه سران
مسلمان ها که در مسجد بودن و در هنگام سجده اینا رو میزنه، 12 نفر رو با این خنجر میزنه و بعد خودش هم کشته میشه. عمر که کشته میشه، پیروز نهاوند این ترور رو انجام میده، بعد هرمزان رو هم پسر عمر میبره بیرون شهر و هرمزان رو هم میکشه. حالا این جریان ادامه داره، ولی نخستین ترور یک خلیفه رو ایرانی ها انجام دادن به این صورت و در حقیقت کاملا یک کینخواهی احساسی از سوی ایرانی رنج دیده بود از بچه ها و کودکان و زنان ایرانی که بیدید با چه وضع فاجعه باری به مدینه رسیدن و به عنوان برده تقسیم شدن. پس جنگ نهاوند دیگه نیروهای هماهنگ نبودن با هم عمل کنن، ولی شهرهای ایران ایستادگی انفرادی میکردن. هرتسفیلد آلمانی از بالای 83 تا شهر نام میاره که اینها با اعراب جنگیدن و بعد از شکست خوردن شهر اشغال شد، چون برخی شهرها اومدن گفتن ما باج میخوایم بهتون میدیم وارد شهر ما نشید خدمت شما، ولی اکثر شهرها 83 تا شهر که نام آورده دیگه، شوشتر، استخر، داراگه، شاپور، بخارا، سمرقند، خارزم، فاریاب، سرخس، مرد، نشابور، طوس، گرگان، ری، همدان، قزوین، قم، اینا همه با جنگ سقوط کردن. نشون میده که حتی نزد مردم شهری هم ایستادگی بوده در برابر حمله دشمن. این گونه نبوده که خیلی ساده اومدن گرفتن ایران رو و پرونده ما رو بستن رفتن. بعضی شهرها سقوط میکردن دوباره شورش میکردن، دوباره شورش میکردن. شهر استخر، مهمترین شهر استان فارس، 5 بار قتل عام میشه و مردم از روستا میان دوباره تو شهر ساکن میشن و دوباره شورش میکنن، علیه مسلمان و مسلمان رو میزنن بیرون میکنن و دوباره قتل عام میشن، به قسمی که دیگه اصلا شهر استخر از رو نقشه جغرافیا محو شد، چون شهری به نام استخر دیگه امروز نمیشناسه. بعد از آن هارون الرشید شهر شیراز رو بنیاد گذاشتن، مگه نه استخر بود که شهر آباد استان فارس بود. حالا طبری ادامه میده، در ری مردم شهر پایداری بسیار کردن و یک آدم ثروتمندی از مردم ری میره به سپاه اسلام میگه من میتونم دروازه شهر رو باز کنم، خیانت کنم، شما رو را بدم تو شهر به شرطی منو بعد بذاریم فرماندار ری، و فرمانده مسلمان قبول میکنه. اون آدم ثروتمند میره شبانه در دروازه شهر رو باز میکنه و ری که جانانه میجنگیده با سپاه اسلام سقوط میکنه و اون آدم میشه فرماندار ری. این طبقه آسیب دیده که به خاطر نظام طبقاتی از ایران ساسانی بیزار بودن این وسط کجاست؟ ما که خیانت هم که داره میبینیم، خیانت یادم ثروتمند بوده، اون بدبخت بیچاره مستمند فروده است که داشته میجنگیده، امکانی که نداشته، چون شده شده داشته میداشته وسط. یه آدم ثروتمند اهل سازش میاد بگه فرماندار بشه، شهر خودش کشور خودش میفروشه. یعنی هر چی که می‌بینید خلاف اون چیزاییه که با تبلیغات ایدئولوژی خواستن به خورده آمده کلام نظام تبلیغاتی، اینجا که این خیانت از سوی ثروتمند داره انجام میشه. و یک دو نمونه دیگه در گرگان، مثلا مقاومت مردم، ایستادگی مردم خیلی شدید بوده و سعید ابن عاص که فرمانده سپاه اسلام بوده با روزباهان که بزرگ شهر بوده میگه شما یک سالی با ما جنگیدید و واقعا مردم رو بردن به سگ و گربه خوردن، اینقدر گرسنگی بهشون فشار آورده بوده. میگه من قسم میخورم، سوگند میخورم اگر که شهر رو باز کنی یک تن از مردم شهر رو نخواهم کشت. دروازه شهر رو باز میکنن و سعد ابن عاص وارد میشه و همه رو میکشه جز یک تن. جمله متوجه شدید؟ یک تن رو نخواهم کشت، یک تن رو نکشت. در واقع تصور ایرانی ها این بود که به یه نفر آسیب نمیزن. سرکوب خونین مردم مازندران، تبرستان، اینم تکان دهنده است. اینو از کتاب حکومت بنی امیه در خراسان از عبدالله مهدی الخطیب دارم میگم خدمتتون. میگه که فرماندهان عرب پس از کشتن تبرستانی ها انقدر جسد داشتن که دو فرسنگ میشه 12 کیلومتر در دو سوی جاده جسد را آویزون کرده بودن. این مردم مازندران که الان گاهی وقتا برای محرم و سفر و اینا خودشون رو هلاک میکنن، نیاکانشون رو آویزون کرده بودن 12 کیلومتر در دو طرف جاده.
آغوش باز. نشابور یه شهر دوقلوی کنارش داشته به نام ابرشهر. به مجموع این دو شهر میگفتن ابرشهر، ولی نشابور بخش از این ابرشهر بوده. اون موقع مثل که جمعیت نیم میلیونی داشته، این بزرگ جاد پر جمعیت شهر ایران بوده. نشابور شدید جلوی اعراب میسته و مسلمان رو پس میزنه. یکی از توانگران شهر، بازم یک ثروتمند، میاد میگه اگر به من و خانوادم امان بدید، من راه ورود شهر رو به شما میگم که چگونه میتونید وارد بشید، میاد دروازه شهر رو باز کنه. اینجا هم مثل ری خیانت انجام میشه و خیانت از سوی ثروتمند شهر. ببینید اصلا جریان نظام طبقاتی بود و مردم ناراضی بودن نیست. یا آدم طماع و خودفروش میاد خیلی راحت این کارو میکنه، برای خودش و خانواده‌اش امان میگیره، به خودش و اموالش کاری ندارن، ولی شهر سقوط میکنه، نشابور این گونه سقوط میکنه و همین راحتی. البته مثلا جنگ های مفصل. برخی از رفتار هممیهنان ما با سپاه اسلام الان از نظر ما ممکنه احمقانه جلوه کنه، ولی بخش از فرهنگ ایرانی بوده، فرهنگ جوانمردی. سال 652 میلادی، یعنی یه سال پس از مرگ یزدگرد، چند سال پس از جنگ های قادسیه و نهاوند، امیر ابن احمر از سوی خلیفه سوم مسلمان عثمان در خراسان میره که شهر مرو رو بگیره. مرو اون موقع که شهر مهم خراسان بوده، امروز مرو تو خاک ایران نیست، در جمهوری ترکمنستانه. وقتی میره شهر محاصره میشه و شهر مردم مرو شروع میکنن با سپاه اسلام جنگیدن. زمستون میرسه، سرمای بسیار جانفرسایی حاکم میشه. باور کردنی نیست ولی گزارش تاریخی است. بزرگان شهر میگن که الان سرما اومده، شما سپاه اسلام که بیرون شهر واستادی تا پایان زمستون همتون مردی. ما به شما اجازه میدیم شما بیاین وارد شهر بشین، بمونی تا جنگ تا زمستون تموم بشه، بعد که زمستون تموم شد بریم بیرون شهر با هم میجنگیم. اینو طبری جلد نهم. شگفت انگیزه، ولی فرهنگ جوان مردی بوده. ما نمیخوام شما سرما ببینیم، بیایید وقتی فصل سرما تموم چون مردم نمیریم بیرون با هم میجنگیم. بعد کی میشه جریان؟ هر کدوم از این سپاهیان اسلام رو توی یه خونه اسکان میدن، یعنی مهمان شما موقعی که زمستون تموم شد سپاه اسلام میره بیرون، در بازار شهر دوباره جنگ رو آغاز میکنه. خب شما یه تعدادی، من نمیدونم 10,000 تا بودن، 7,000 تا بودن، 15,000 تا بودن، آدم مرد مجرد عربی که وارد یه شهری شدن و هر کدوم وارد یه خونه میشن، شروع میکنن اقداماتی کردن که مردم ناراحت میکنن، چیزی برمی داشتن بزنن، بچه طرف نظر داشتن، مشکل ایجاد میکنن. مردم تو کوچه و بازار با هم صحبت میکنن که یه غلطی کردیم، اینا رو چیکارشون کنیم؟ ما اگه یه زمستون رو تحمل کنیم زندگی نداریم. تصمیم میگیرن که یک ساعت مشخص، یه روز مشخص، هر کدوم اون عرب که تو خونش هست بکشه بیرون و تو کوچه بکشه. یه جا حالا قضیه رو بکنن. خبر به نوعی به هر حال میرسه به فرمانده سپاه اسلام. اون دست پیش دستی میکنه، میگه هر کی هر جایی هست شمشیرشو بکشه و بزنه. و این گونه معنی رو میگیرن، یعنی از شدت جوانمردی برخی از نیاکان کارشون به حماقت رسیده بوده و اینی که نمونه هاش. ولی خب این فرهنگی است که ارزش‌هایی با خودش داره، ولی شما در جلوی کسی که هیچ کدوم اصول رعایت نمی‌کنه نمی‌تونید با این ارزش‌ها روبرو بشید. حالا مطلب توی زمینه زیاده، من می‌کوشم که دیگه راجع به جزیه و خراج که اینها می‌آمدن جزیه می‌گرفتن از غیر مسلمان‌ها، یعنی شما کمی که امنیت داری با نمی‌کشیمت باید به ما جزیه بدید. مقدار جزیه هم تعیین می‌کردن که چقدره و از مردان و پسران بالغ گرفته می‌شد، از زنان جزیه نمی‌گرفتن، از معلولین و از دیوانگان اینا هم نمی‌گرفتن. خراج هم از زمینه کشاورزی می‌گرفتن و بعد این اصل قضیه بود که اینگونه میتونستن این سیستم مالی رو حفظ کنن و توانمندی داشته باشن برای پیشروی‌های بیشتر.
اگر بخوام فهرست کنم دلایل سقوط ایران ساسانی در برابر حمله اسلام رو، میتونم این 8 دلیل رو خدمتتون بگم. برای برخیش فکر کنم شاهد آوردم، تو کتاب خیلی شواهد بیشتر نیست، برای برخیش از حوصله درس از بحث بیرون بود، ولی نمونه ها هست در کتاب. یک، انگیزه مالی بسیار بالای اعراب مسلمان برای حمله به ایران، یعنی تمام وجودشون این بود که ما باید از فقر نجات پیدا کنیم، باید بریم به جای ثروتمنده، هم آب هست، هم گیاه هست، هم ثروت هست، هم به علاوه زن و بچه که بگیریم اینا اسیر هم و اسیر ثروت. دوم، ناتوانی خانواده های سرشناس منطقه‌ای. ببینید تو ایران هر دفعه ایران شکست میخورد، بزرگان منطقه‌ای با هم صحبت میکردن، بزرگ فارس، سیستان، خراسان، اینا یه کار گروهی با هم میکردن، دوشان بیرون میزدن، یعنی اینا یاد گرفته بودن با هم چطور کار کنن. شروع وقتانه با اتفاق دیدم خسرو پرویز افتاد و بعد اون کودتاها، پشت کودتاها شیرازه این جریان اصلا پاشیده بود. بنابراین امکان کار گروهی هدفمند توسط بزرگان ایران از جاهای مختلف فراهم نشد. پس از مرگ یزگرد عملا کشور بی سرپرست شد. سوم، سیاستگذاری های هوشمندانه خلافت اسلامی. گفتم خدمتتون شما یه سپاهی مسلمان دارید که این به طمع مال اومده، الان رسیده اینجا رو گرفتیم یه خمانی زنده بر خودم برمیدارم، صاحبش هم بزدم کشتم، من دیگه نمیام جلو تاریم، من همجا میمونه این مال من، دیگه نمیام بقیه شهر ایران حمله کنم. عمر من گوه این زنده مال تو برای تو هم سخت میکنیم، درمانش هم مال تو، ولی تو رو نیست جو به اونجا برزگر کشاورز نیست کار میکنه، تو رو تا ادامه بده. این گونه سیاست ها خیلی هوشمندانه بود. یا برزگرای ایرانی بودن با شما سر زمین کار میکردیم، بمون کار کن، حالا درآمد کمی داریم بقیه ازت میگیریم، ولی بمون کار کن. اگر کشاورز ایرانی از سر زمین بیرون میکردن چه اتفاقی میافتاد؟ طرف میرفت میشد بخش نیروهای مسلح، برمیگشت به سرزمینش رو پس بگیره. این سیاست ها کمک کرد که اینا بتونن نیروهای انسانیشون رو مسلمان ها نگه دارن و یه افزایش بده. چهارم، اختلاف در میان سرداران ایرانی. رستم فرخزاد باید تنها در قادسیه بجنگه، پیروزان باید تنها در نهاوند بجنگه، و این چمپاره شدن ارتش باعث شد که در سه جنگ بزرگ، قادسیه، جلوله و نهاوند، هر دفعه یک سوم ارتش ایران با اینا روبرو شد. ارتش که خودش جنگ 25 ساله با روم و قیصر گذاشته بود و عملا 70% بجنگه، پیروزان باید تنها در نهاوند بجنگه، و این چمپاره شدن ارتش باعث شد که در سه جنگ بزرگ، قادسیه، جلوله و نهاوند، هر دفعه یک سوم ارتش ایران با اینا روبرو شد. ارتش که خودش جنگ 25 ساله با روم و قیصر گذاشته بود و عملا 70% از میان رفته بود. وگرنه نیروی سوار نظام نه ایران نیرویی نبود که هیچ ارتشی در اون هنگام بتونه از حریفش بشه، ولی جریان به این صورتی که میدونید با حسادت ها و تنگ نظری ها به اینجا کشیده شد. پنجم، ارتش فرسوده و خسته ایران ساسانی. این ارتش شما تصور بکنید دو تا اول قدرت بود 23-24 سال با هم که جنگ تمام عیار رو تمام جبهه های فلات آناتولی، شمال افریقا، خاور میانه انجام بدن. خیلی جالبه، برخی از سربازان ایران موقعی که رفته بودن برای جنگ بچه 2 ساله داشتن، وقتی برگشتن بچهشون 25 ساله بود، با طرف سالها مثلا در لبنان داشت خدمت میکرد یا سالها مثلا در اوکراین بود. خب از این ارتش چی میخواد بمونه؟ کسی که 23 سال 22 سال دور از کشور خودش بوده، جنگ کرده و الان زخمی و خسته و کلافه برداشته. ششم، سوس شدن باورها و آشفتگی اندیشه ایرانیان. ببینید 50 سال آخر دوره ساسانیان به ویژه به شدت میگیره، اون 30 سال آخر از دوره خسرو پرویز به بعد، تو اون 30 سال شما بسیار نقش آیین زرتشت رو کمرنگ دیگه میبینید. دولت ساسانی که گره خورده بود با مسئله زرتشت و آیین زرتشت، تو 30 سال آخر شما میبینید که ملکه مسیحیه، ولیعهد مسیحیه، دارم صحبت ماریا رو میکنم، صحبت شیرین میکنم، همسر خسرو، پسر ماریا شیرویه ولیعهد ایران که شاه میشه مسیحیه. نامی از هیچ مؤمنی شما جایی نمیبینید، یعنی تو متون نگاه میکنید برخلاف 300 سال اول، تو 30 سال هیچی نمیبینید، مشخصه که نقشی اینا ندارن. و وقتی شما نقشی اینا نداشته باشن،
چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، همیشه یک آیین باعث یک چتر هماهنگی و همراهی و همدلی بین مردم سرزمین میشه. و وقتی شما این چتر رو ازشون میگیری، این مردم به آشوب میفتن، این مردم پشتوانهشون از دست میره، انده روحی روانی افت میکنن. این جریان رو ما در پایان دوره ساسانی میدیدیم. نقش آیین زرتشت بسیار کمرنگ میشه و این کشور از نظر اعتقادی آسیب پذیر میشه. امروز ما میگیم آقا باید دین از سیاست جدا باشه، درست میگیم، ولی سیستمی که با اون شرایط کار کرده وقتی خودش عملا خلع سلاح میکنه خودش رو ضربه پذیر میشه. در 30 سال اخیر دوره ساسانی، اگر مانه دوره میانی یا دوره آغازینش این همراهی گام به گام دولت و آیین زرتشت با هم داشتیم، مطمئنا در بسیج و دادن روحیه و ارتش و مردم خیلی مفیدتر بود. هفتم، نبود رهبری نیرومند در نزد ایرانیان. یک شاه کم سن و سال کم تجربه بنام یزگرد سوم، شهریار ایرانه، بسیار آدم نازنین است، انسان شریفی است، هیچ کسی هیچ بدی ازش گزارش نکرده، ولی ناتوانه. و مرزوشاه فقید هم در هنگام بحران ناتوان بود، مستر خیلی از خدمات به کشور شد، ولی در هنگامی که باید مدیریت میکرد بحرانو بسیار ضعیف عمل کرد. دقیقا همین نقش ما توی یزگرد سوم میبینیم. اگر همه این عواملی که من خدمتتون گفتم باز علیه ایران بود، ولی به جای یزگرد سوم یه شخصیتی بود، یه کرکتری بود مثل شاپور یکم یا شاپور دوم یا اردشیر بابکان یا خسرو اردشیر اوان، ممکن بود اصلا جریان به گونه دیگر رقم بخوره. شخصیت ها تاریخ سازن، این گونه نیست که یک شخص نتونه مسیر تاریخ رو عوض کنه. و هشتم، خیانت برخی ایرانیان. خیانت همچنین تو جنگ ها بوده، همه جای دنیا بوده، اتفاقا تو جنگ های ایران عراق تعداد خیانت ها خیلی کم بوده، ولی دو سه موردی که بوده باعث شده دو سه تا شهر سقوط کنه. بنابراین اون هم دست کم توی پاره از موارد نقش بازی کرده. در مجموع چیزی که میخوام بگم، هرچند که جمع و جور گفتم و فشرده و خیلی مفصلترش در کتاب اومده، این است که ایرانیان پایداری کردن، ایرانیان آغوش برای اسلام باز نکردن، اصولا هیچ ملتی برای مهاجم آغوش باز نمیکنه. همه دلایل و شواهد به گزارش تاریخی نشانگر اینه که این نبردها خونین بوده. مردم دست کم تا 200 سال هنوز بالای 50% ایرانیان شهرنشین مسلمان نشدن، ایستادن. در روستاها میزان زرتشتی ها خیلی بیشتر بود، مسلمان ها کمتر بودن. شاید 400 سال طول کشید تا فلات ایران اکثریت مسلمان پیدا کرد. اگر اینا تشنه شنیدن پیام اسلام بودن، خب وقتی اسلام وارد ایران شد مسلمان میشدن. نظام طبقاتی هم که در مورد ساسانیان صحبت میشه، یه نظام افوریست، نظام عمودی نیست، خیلی فرق داره بین نظام عمودی. نظام عمودی نظام طبقاتی است، یعنی شما میگه این طبقه بعد این طبقه بعد این طبقه، این امتیازات بیشتری دارن، اینا ثروت بیشتری دارن از بالا به پایین. نظام ساسانی نظام افقی بود، یعنی تقسیم کار و حرفه بود. یعنی چی؟ شما کفشگری سراغ داری تو دوره ساسانیان که میاد میگه که من میتونم هزینه لشکرکشی خسرو شیبان رو بدم. کفشگر به طور تولیدی کفش داشته. این آدم جزء طبقه پیشوران بوده، یعنی طبقه ممتاز نیست از نظر تصور ما، ولی اینقدر ثروت داره که میتواند نیمی از هزینه لشکرکشی سپاه ایران رو بده. پس معلومه مسئله طبقاتی بودن مسئله مالی نیست، یکی فقیر یکی غنی است. این تقسیم حرفه بسیار، همین کفشگر میگه اگه شما اینطوری پسر من وارد طبقه دبیران بشه، من هزینه لشکرکشی رو میدم. انوشیروان که من باید صحبت کنم با بزرگان کشور، صحبت میکنم میگم آقا این طبقه میشه، ولی یکی میخواد بره تو طبقه دبیران، میگه من نصف هزینه لشکر رو میدم، قبول کنین؟ میگن نه، بدعت میشه. اگر هر کی پول داره بیاد بده از این طبقه بره طبقه دیگه، کمچی رو هم میخوره. این نظمی که ما داریم و داره کار میکنه، این گونه است که اون کفشگر ایجاد ثروت میکنه، بهترین زندگی هم داره، ولی همیشه پیشه بره. اونی که دبیره، دبیر که میگم کل دستگاه دیوان سالاری، دستگاه بوروکراسی کشور، اونی که دبیره ممکنه درآمدش خیلی کمتر باشه، ولی اون کار تخصصشونه. این خواستم بگم از این نظر که مشخص بشه جریان نظام طبقاتی مثل نظام طبقاتی در هندوستان نیست که یه عده‌ای
نجستن یه ده محارجن و تفاوت زندگی ما زمین تا آسمان بوده. مسئله تقسیم حرفه ها بوده که تو ایران به طور سنتی تو همین عصر جدید بود. کسی که آهنگر بود بچه‌هاش مثلا آهنگر می‌شدن، کسی که نظامی بود بچه‌هاش نظامی شدن، عمدتاً این رسول قاعده نبود به رسول عرف. خب خیلی سپاسگزارم توجهتون. اگر که پرسشی باشه پس از بریم در خدمتتون هستم.